تیتر اول امشب خبر فوری حمله جدید به پایگاه دریایی حوثی‌ها در بندر حدیده. پس از حمله‌های آمریکا به مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، حوثی‌ها تهدید به انتقام سخت کرده بودند. همزمان با بالا گرفتن درگیری ایالات متحده و اسرائیل با شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در خاورمیانه، بایدن میگه در جنگ نیابتی با ایران نیستیم، اما در عین حال گفته پیام خصوصی به ایران دادیم. احتمال جنگ تمام عیار و قریب الوقوع بین اسرائیل و حزب الله لبنان. رهبران اسرائیل میگن مسئله زمان آغاز جنگه و نه احتمال وقوعش. امشب در زیر ذره میپرسیم برنده نبرد بین حزب الله و ارتش اسرائیل کیست؟ گفتگوی اختصاصی تیتر اول با شهروند اسپانیایی که در راه تماشای جام جهانی در ایران دستگیر شده بود. سانتیاگو سانچز میگه پس از عکس گرفتن از مزار مهسا امینی اول به او اتهام رابطه نامشروع و بعد جاسوسی زدند. و منشور کوروش در سفری نادر راهی اسرائیل میشه. این اثر باستانی دوره هخامنشی چطور نماد آزادی مذاهب شده و چه اهمیتی به ویژه برای یهودیان داره؟ به تیتر اول خوش اومدید. وقت شما بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایقی پیش یک حمله به پایگاه دریایی حوثی‌ها در بندر حدیده انجام شده. ساعتی پیش از این پایگاه به سوی دریای سرخ موشک شلیک شده بود. هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده، اما بامداد امروز شنبه نیروی دریایی ایالات متحده مجدداً به مواضع این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حمله کرده بود. این حمله در مقیاسی بسیار کوچکتر از حملات هماهنگ روز پنجشنبه بود، زمانی که ارتش آمریکا و بریتانیا بیش از 60 سایت رو در یمن هدف قرار دادن. حوثی‌های یمن آمریکا رو تهدید به انتقام سخت و مؤثر کردند و در این حال ویدئویی رو از شبیه سازی حمله فرضی به اسرائیل منتشر کردند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حملات این کشور به مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی گفته پیام ویژه و خصوصی به ایران در رابطه با حملات حوثی‌ها داریم. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز ببینیم درباره حمله‌های آمریکا و متحدانش به مواضع این گروه مورد حمایت ایران یعنی حوثی‌ها چی می‌دونیم. بر اساس اعلام سنتکام ساعت 3:45 دقیقه صبح امروز به وقت محلی نیروهای آمریکایی یکی از رادارهای شبه نظامیان حوثی‌ها رو هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام به محل دقیق حمله اشاره نشده، اما گزارش‌های محلی از حمله موشکی به یک پایگاه هوایی در نزدیکی فرودگاه صنعا خبر داده بودند. سنتکام گفته این حمله با موشک‌های تاماهاک و از روی ناو USS کارنی انجام شده. سخنگوی حوثی‌ها اعلام کرده در حمله‌های امروز آمریکا به این گروه آسیبی وارد نشده و گفته حوثی‌ها به این حمله‌ها پاسخ خواهند داد. نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا در ساعات اولیه دیروز جمعه مواضع شبه نظامیان حوثی رو در سراسر یمن هدف حمله قرار دادن. حمله ها با حمایت استرالیا، کانادا، بحرین و هلند و در واکنش به حمله های حوثی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ انجام شده. حوثی ها گفتن در این حمله ها 5 عضوشون کشته شدن. حمله های هوایی بریتانیا با 4 جنگنده تایفون مستقر در پایگاه نیروی هوایی این کشور در قبرس انجام شده. به گفته یک مقام آمریکایی، موشک های این کشور از ناوهای مستقر در دریای سرخ و دست کم یک زیردریایی به سمت مواضع حوثی‌ها شلیک شدند. در حمله‌های آمریکا و متحدانش بیش از 60 نقطه در 16 مکان مورد استفاده شبه نظامیان حوثی هدف قرار گرفتن. همونطور که در نقشه می‌بینید، سایت‌هایی که هدف حمله قرار گرفتن همگی در مناطق تحت کنترل حوثی‌هان. بر اساس بیانیه نیروی هوایی آمریکا، در این حمله‌ها هسته‌های فرماندهی و کنترل انبارهای مهمات، سیستم‌های پرتاب، تأسیسات تولید و سامانه‌های رادار دفاع هوایی حوثی‌ها را هدف قرار دادند.
در این حمله ها بیش از 100 قطعه از مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده. اما ببینیم که این مهمات چیا بودن. موشک های تاماک که آمریکا ازش استفاده کرده مخصوص تهاجم زمینی و مجهز به جی پی اس هستند. در ارتفاع پایین به پرواز در میان و توانایی حمل کلاهک های جنگی تا وزن حدود 450 کیلوگرم را دارند. نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا هم در این حمله از سری 4 بمب های هدایت شونده دقیق لیزری پیووی استفاده کرده که حدود 230 کیلوگرم وزن دارن. این بمب ها هم مجهز به جی پی اس هستند و میتونن در تمام شرایط آب و هوایی اهدافشون رو منهدم کنن. گفته سنتکام حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از 21 مهر امسال حدود 27 بار برای حمله به کشتی‌ها تلاش کردند و از موشک‌های بالستیک ضد کشتی، هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های کروز در حمله‌ها استفاده شده. حمله‌های شبه نظامیان حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های بزرگ مسیر کشتیرانیشون رو تغییر بدن. عبور از این مسیر که قبلاً حدود 19 روز طول می‌کشید، حالا تا 31 روز هم طول می‌کشه. یک روزنامه آلمانی به نقل از سرویس اقدام خارجی اروپا نوشته خسارت اقتصادی ناشی از حمله های حوثی ها بیش از 360 میلیون یورو در ساعت برابر میشه. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش، همین دقایقی پیش حمله شده به بندر هدیده که البته من در ابتدای برنامه اشتباه تلفظش کردم و بابتش عذرخواهی میکنم. هنوز جزئیات بیشتری نمیدونیم، اما به نظر میرسه که عزم ایالات متحده و متحدانش برای پاسخ دادن به حملات حوثی ها بسیار جدیه. بعد از اینکه حوثی ها تهدید کرده بودند، باز هم ایالات متحده و متحدانش هدف قرار دادند و این هدفگیری ادامه پیدا خواهد کرد، یک شب دو شب نخواهد بود. اون چه که شاید بگیم کتابچه نانوشته حمله هوایی دیگه، الان ایالات متحده از موضع تدافعی و رصد موشک‌های کروز و پهپادهای حوثی‌ها آمده بیرون و موضع تهاجمی گرفته و در زدن نقاط مهم و راهبردی برای حوثی‌ها دست پیش رو گرفته. الان ایالات متحده هم با نگاه بر محو یا نابود کردن سیستم راداری و دفاع هوایی حوثی‌ها، نابود کردن دیپوها یا بگیم انبارهای تسلیحات و مهمات اونها، و سوم زدن مناطق، مراکز و رابط‌های مخابراتی اونها سعی در تضعیف حوثی‌ها داره، با امید بر اینکه دولتش مشروع و قانونی یمن، که خب با وجود اینکه بخش بسیار زیادی از یمن تحت کنترل دولت مشروعه، با این وجود ولی خب می‌دونیم شهرهای اصلی و مراکز پر جمعیت و مهمتر دست حوثی ها است. ایالات متحده با این برتری هوایی و با امید بر اینکه نیروهای تحت کنترل دولت یمن شاید از لحاظ زمینی هم حرکتی انجام بدن و دست به تضعیف حوثی ها بزنن. مسئله اینجاست که ایالات متحده با دو مشکل اصلی داره اینجا در مورد حوثی ها. نکته اول، خب حوثی ها آنچنان چیزی رو میدونیم که بالاخره یک هم گروه مذهبی هستن، هم گروهی هستن که فرقه قومی هستن، یعنی قوم خاصی هم هستن. به اضافه اینکه حتی حکومت عبدالله صالح که ساقط شد در بهار عربی، بسیاری از اونها آمدن پیوستن به حوثی ها به خاطر اینکه علیه دولت مشروعه حوثی ها مبزد یمن بجنگن. میخوام بگم فقط اینها حوثی نیستن که در صنعا الان حکومت میکنن، بسیاری از اونهایی که در حکومت علی عبدالله صالح بودن الان با خودش هم بودن، این که حتی خودش مرد، ولی اونها خیلی در این حکومت دخیل هستن و ائتلاف دارن. میمونه تسلیحاتی که به حوثی ها میرسه. حوثی ها خب بالاخره از هر جایی میتونن پهپاد بیسیک یا پایه یا پیاده بگیرن، پهپادهای انتحاری، ولی موشک های کروز از ایران میاد. این پیغامی که ایالات متحده امروز به صورت مخفیانه یا بگیم به صورت سری به تهران فرستاده، به گمان من شامل دو نکته است. نکته اول این استش که ایالات متحده قصد ایجاد و افزایش تنش نداره، اما همونطوری که دولت بایدن نشون داده، اگر جمهوری اسلامی ادامه بدهد و دست دست با خطا کنه و جان ایالات سرباز، ملوان، دریادار یا تفنگدار دریایی، خلبان ایالات متحده رو به خطر بندازه، ایالات متحده پاسخ خواهد داد. این منظورم چیست؟ جمهوری اسلامی حاضره تا آخرین قطره خون آخرین حوثی به جنگه، اما مایل نیست که نیروی دریایی سپاه پاسدارانش کاملا در تنگه هرمز خلیج فارس
نابود بشه یا نیروی دریایی ارتشش در دریای عمان کاملا نابود بشه. جمهوری اسلامی شاید مایل نباشه که پایگاه هواییش در چابهار، در بندر عباس، در بوشهر و در اهواز و در دسپول اینا مورد حمله هوایی قرار بگیرن. یعنی فکر می‌کنین قدم بعدی ایالات متحده این خواهد بود با توجه به رویکردی که از دولت بایدن می‌دونیم اگر ادامه پیدا بکنه ماجراجویی‌های شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی؟ چون حالا بایدن میگه ما در جنگ نیابتی با ایران نیستیم، اما عملاً آمریکا و مهم‌ترین متحدش اسرائیل در منطقه با تمام شبه نظامیان جمهوری اسلامی درگیرن. من فکر می‌کنم خیلی کم لطفی میشه به جسارت دولت بایدن. پای اسرائیل وایساده بدون اون چیزی که الان خیلی هم دموکرات‌های چپ با این قضیه مخالفن، پای اسرائیل وایساده تا دندون هم مجهز کرده و تمامی مسئله سیاسیش رو به جون خریده، حملات مختلف کرده، تقریبا کتاب حزب الله الان دیگه رأس و گردن نداره، همه رو زدن کشتن. تقریبا توی هشت شعبی که نگاه می‌کنید افراد کادر برجسته و حتی کادر میانی رو زدن کشتن. نگاه میکنید حملات موشکی گسترده بوده. از اون طرف میبینید که حتی با چراغ سبز ایالات متحده اسرائیل زده و مهمترین فرد سپاه قدس رو، موسوی رو، در دمشق کشته. به خاطر همین اینطور نیستش که اینا دست به دست گذاشته باشن. اتفاقا به خاطر اینکه شاید اون تصور این است که بایدن نمیخواهد وارد درگیری بشه، نمیخواد وارد درگیری بشه، موقعی که بشه مشروعیت بیشتری داره، چون اینها رو به عنوان نیروی مهاجم و شاید بگیم از لحاظ سیاسی تندرو نمیبینن بسیار. میگن بله اینها که حتی دست به دست گذاشته بودن کاری نمیکردن، ببینن الان دارن چه کار میکنن. ولی بله بدون شک بدون پیام این هست اگر ادامه پیدا بکنه، نمیگم حالا همین امشب یا فردا، ولی جمهوری اسلامی الان به بمب هسته‌ای خیلی نزدیک شده. جمهوری اسلامی تحرکاتش در منطقه هست، همیشه من میگم جمهوری اسلامی ممکنه آدم کش باشه و هست، ولی قصد خودکشی نداره. و این روندی که خامنه ای و سپاه در پیش گرفتن رو اگر بخواهن ادامه بدن، خب تبدیل میشه به درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده که خب جمهوری اسلامی نه توانش رو داره از لحاظ نظامی، از لحاظ مالی و از لحاظ انسانی. ممکنه چند موشک هم هوا بکنه، ولی شما ببینید این ریسک و این بازی قمار سیاسی و نظامی خامنه ای و سپاه میدونه چه تبعات و چه هزینه سنگینی برای ایران و مردم ایران داشته باشه. سپاسگزارم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما بودند. بپردازیم به جنگ اسرائیل و حماس. عملیات اسرائیل در سراسر نوار غزه همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل امروز از انهدام چند سایت پرتاب موشک و یک تونل در غزه خبر داده. درگیری‌ها در مرز اسرائیل و لبنان هم ادامه داره. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل به مصر گفته قصد داره کنترل مرز نوار غزه با مصر رو برای جلوگیری از قاچاق سلاح در اختیار بگیره. همزمان خانواده برخی گروگان‌های در اسارت حماس یک تظاهرات 24 ساعته به مناسبت 100 روز جنگ برگزار میکنند. در حال حاضر حماس دست کم 100 گروگان دیگه در اختیار داره. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته یحیی سینوار رهبر حماس در غزه از این گروگان‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما همراه میشه و حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک تا بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. مستقیم بریم به اورشلیم در اسرائیل، تازه‌های جنگ رو از تو بشنویم اشکان. خب نیوشا، همونطوری که گفتی هم در نوار غزه و هم در مرز شمالی، البته کمی آرامتر، جنگ همچنان ادامه داره. دیشب بعد از چندین هفته میشه گفت که از شمال نوار غزه چند راکت به سمت شهر اشدود در اسرائیل شلیک شد، شمار راکت هایی که به سمت اسرائیل شلیک میشه از سمت نوار غزه بسیار کم شده. اما این راکت ها که باید بازم میگم از شمال نوار غزه، یعنی جایی که اسرائیل کنترل کامل اون رو در دست داره، به سوی اسرائیل شلیک شد، نکته جالب بود. از طرفی اسرائیل در واقع تمرکز حملاتش الان بخشیش در مرکز نوار غزه هست که بیشتر شامل حملات هوایی هم میشه، اما بخش ویژه‌ایش هم در جنوب نوار غزه هست، به شکل مشخص در شهر خان یونس. هرچند که تاکتیک اسرائیل در اونجا کمی تغییر کرده، حملات هدفمندتر هستند و به صورت ویژه انجام میشن. از طرف دیگه همونطوری که گفتی، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابعی گفته که اسرائیل قصد داره
در واقع به اون جایی که به عنوان گذرگاه فیلادلفی شناخته میشه، در واقع حالا اون محلی که به عنوان فیلادلفی شناخته میشه که مرز نوار غزه با مصر هست، اونجا رو کنترلش رو در اختیار بگیره. گزارش های متعددی در 24 ساعت گذشته در این زمینه منتشر شده که گاهی هم زد و نقیض بودند. مثلا اینکه مصری ها گفتند که اسرائیل هیچ صحبتی در این زمینه باهاشون نکرده، از این طرف رسانه‌های اسرائیلی میگن که اسرائیل چنین اقدامی رو انجام نخواهد داد تا زمانی که با مصر به توافق برسه. چند نگرانی وجود داره برای در این زمینه که چرا اسرائیل میخواد این کنترل این منطقه رو در دست داشته باشه. یکی این که حماس بخواد گروگان‌ها رو از اونجا خارج کنه و به کشورهای دیگه از جمله حتی برخی گفتن به ایران ببره، و دوم ادامه قاچاق اسلحه از صحرای سینا به درون نوار غزه از این منطقه. ممنونم از توضیحاتت اشکان. آقای اشکان هم اشاره کرد چیزی که میشدید اینه که به نظر میرسه عملیات اسرائیل به شدت هدفمند شده. این هدفمندی رو چطور توصیف میکنین؟ چطور داره اهدافش رو پیش میبره؟ بله دقیقاً، واقعیت این هستش که همونطور که خبرنگار شما هم اشاره کرد، اسرائیل در نتیجه توصیه‌ها و فشارهای آمریکا و به خاطر الزامات رئالیستی در میدان جنگ، از جنگ با شدت بالا به جنگ با شدت کمتر عملیات‌های هدفمند تغییر فاز داده، و این تغییر فاز رو قشنگ داریم می‌بینیم به طور مشخص در شمال نوار غزه. خب خیلی از گردان‌های عزالدین قسام به صورت حداکثری تضعیف شدن یا از بین رفتن، حملات به صورت راکتی و موشکی ادامه داره به صورت پراکنده، ولی به صورت انفرادی هست، در چارچوب ساختار فرماندهی انجام نمیشه در مناطق شمال نوار غزه. در واقع عملیات ها شیفت کرده بیشتر به مناطق مرکزی و مناطق جنوبی. در مناطق جنوبی گردان های عزالدین قسام فعال هستند، هنوز قدرت رزم دارن. به نظر من اسرائیل سعی میکنه که در کوتاه مدت و میان مدت یک واقعیت جدید امنیتی رو در مناطق شمال اسرائیل ایجاد بکنه، در جنوب لبنان ترجیحاً از طریق دیپلمات، اگر نتونه به لحاظ دیپلماتیک به نتیجه برسه، از طریق اهرام نظامی ممکنه که با حزب الله وارد درگیر فراتر بشه، و اینکه بتونن گروگانا رو آزاد بکنن، این اولویت بعدی اسرائیل هست. سوم عملیات‌های هدفمند، زدن افراد خاص، اهداف خاص در خود غزه، در سوریه، در لبنان، جنوب لبنان، از برای با هدف تضعیف کردن زنجیره فرماندهی حماس، حزب الله و محور مقاومت، نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه، و در ادامه هم بتونه که اون کوریدور فیلادلفیا هم کنترلش رو تا حدی بتونه در دست بگیره. یه نکته بسیار مهم به نظر من این هستش که به دلیل وجود تغییرات بسیار عمده و شگرف در دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل بعد از 7 اکتبر، ما شاهد اهمیت مفهوم مرزهای قابل دفاع هستیم. این مفهوم مرزهای قابل دفاع ریشه در ایده زیف ژابوتینسکی، پدر دکترین امنیتی اسرائیل، داره. به زبان ساده یعنی ایجاد مناطق حائل. یعنی اسرائیل به نظر من در شرایط فعلی 3 منطقه حائل رو میخواد ایجاد بکنه، و این به نظرش حتما انجام خواهد شد: در شمال اسرائیل، در جنوب لبنان، در مناطق شرق غزه و غرب اسرائیل به عمق 1 تا 2 کیلومتر، و در جنوب غزه اون کوریدور فیلادلفی. و با توجه به اینکه آمریکا هم داره در منطقه یمن، در اون جبهه نزدیک، ایجاد بازدارندگی حداکثری میکنه، من فکر میکنم که اسرائیل به اقدامات دولت بایدن در برابر جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به عنوان فرصتی نگاه میکنه تا در برابر حزب الله در سریعترین زمان ممکن بتونه به حداکثر امتیازات دست پیدا بکنه. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، سپاسگزارم از شما. اشکان صفایی از اورشلیم همکارم هم با ما بود، از تو و توضیحاتت هم ممنونم اشکان. همین امروز وزیر دفاع بریتانیا به جمهوری اسلامی هشدار داده که باید جلوی حملات حوثی ها و حزب الله رو بگیره، چرا که صبر جهان در حال لبریز شدنه. در روزهای اخیر نگرانی از شروع یک جنگ تمام عیار با حزب الله لبنان افزایش داشته. اما در همین رابطه و در زیر ذره بین امشب، برنده جنگ حزب الله لبنان و اسرائیل کیه؟ آیا ارتش اسرائیل اونطور که خودش میگه توان کپی پیست کردن جنگ غزه در بیروت رو داره؟ در صورت عدم دخالت مستقیم ایران و آمریکا، برنده نبرد نتانیاهو با حسن نصرالله چه کسی خواهد بود؟ امشب توان نظامی حزب الله و اسرائیل رو زیر ذره بین میبریم.
در مدت یک ماهه جنگ اسرائیل و حزب الله در تیر ماه سال 1385 روزانه 100 راکت از سوی نیروهای حزب الله لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شد. ارزیابی ارتش اسرائیل نشون میده اگر امروز جنگی تمام عیار میان اسرائیل و حزب الله شروع بشه، حزب الله روزانه 1500 راکت به سمت اسرائیل پرتاب خواهد کرد. باید گفت حزب الله در مقایسه بارها از جنگ سال 1385 یا جنگ دوم لبنان قوی تره. این نمودار نشون میده که پیش از جنگ سال 85 تعداد راکت ها و موشک های حزب الله 15000 عدد بوده. برآورد فعلی بین 130 تا 150 هزار راکت و موشک، یعنی 9 تا 10 برابر افزایش نسبت به 17 سال پیش. تعداد نیروهای فعال نظامی حزب الله رو 25 تا 30 هزار نفر برآورد می‌کنند. در مقابل تعداد نیروهای فعال ارتش اسرائیل 169 هزار نفر، البته با توجه به اطلاعات خود ارتش اسرائیل. در حال حاضر 5 لشکر زرهی اسرائیل یعنی 10 هزار نیروی نظامی در نوار غزه درگیرند. اما حتی با فرض حضور 50 هزار سرباز اسرائیلی در غزه و حتی بدون اضافه کردن نیروهای ذخیره در هر دو طرف، باز هم اسرائیل در تعداد نیروی نظامی دست بالا رو داره. مجموع ناوگان هوایی و دریایی اسرائیل به هیچ وجه با حزب الله قابل مقایسه نیست و تعداد تانک‌های ارتش اسرائیل 10 برابر بیشتر از حزب الله. هرچند حزب الله قدرتمندترین ارتش غیر دولتی جهان رو داره، اما اسرائیل در جایگاه 18مین ارتش قدرتمند دنیا با حزب الله فاصله زیادی داره. وزیر دفاع اسرائیل هفته پیش گفت که اگر حزب الله به حملاتش علیه اسرائیل ادامه بده، اسرائیل وضعیت غزه رو در بیروت کپی پیست میکنه، یعنی عیناً تکرار میکنه. معنی این حرف تلاش برای نابودی حزب الله. حزب الله برای عقب روندن و تحمیل هزینه به اسرائیل و حفظ موجودیت خودش به راکت‌ها و موشکاش چشم دوخته. این گروه شیعه وابسته به جمهوری اسلامی نزدیک به 150 هزار راکت و موشک در انواع مختلف داره، از موشک و راکت‌های زمین به زمین مثل فجر 3 و 5 تا موشک‌های ضد تانک و ضد کشتی و حتی موشک‌های زمین به هوا برای منهدم کردن هدف‌های هوایی مثل هلیکوپتر. همچنین برآورد میشه حزب الله بیش از 2000 پهپاد هم در خزانه جنگیش داشته باشه. تأمین کننده اصلی سلاح‌های حزب الله ایران و سوریه است. موشک‌های حزب الله میتونن سراسر اسرائیل رو هدف بگیرن. در جنگ دوم لبنان بیشترین راکت‌های پرتابی به خاک اسرائیل از نوع کاتیوشا بودن. موشک‌های ایرانی فجر 3 و 5 تا عمق 75 کیلومتری اسرائیل میرسن. موشک‌های زمین به زمین زلزال 2 و فاتح 110 که ساخت ایران و کپی مدل روسیه هستند تا عمق 210 و 275 کیلومتری اسرائیل میرسن. همچنین ادعا میشه که حزب تعدادی موشک اسکاد ساخت اتحاد جماهیر شوروی سابق رو در اختیار داره که از سوریه به لبنان فرستاده شدن. برد این موشک‌ها هم 300 تا 550 کیلومتره. در جنگ دوم لبنان یعنی سال 1385 سامانه گنبد آهنین اسرائیل هنوز به بهره برداری نرسیده بود. در حال حاضر اسرائیل 5 لایه دفاعی داره که همه جز تیر آهنین به بهره برداری رسیده. لایه‌هایی که راکت‌ها و موشک‌های پرتابی رو رهیابی می‌کنن و هدف قرار میدن. مشکل لایه‌های دفاع هوایی اینه که درصدی از خطا دارن. برای مثال گفته میشه نرخ موفقیت سامانه گنبد آهنین نزدیک به 90%. یعنی اگر در جنگ تمام عیار احتمالی حزب الله بتونه بنا به برآورد خود اسرائیل روزانه 1500 راکت پرتاب کنه، یعنی امکان فرود 150 راکت در خاک اسرائیل که خب عدد بسیار بالاییه. حزب الله
یکی از راه‌های مقابله با حجم بالای راکت‌ها و موشک‌های حزب‌الله از بین بردن مکان‌های پرتاب و انبار مهماتشونه. ارتش اسرائیل ادعا می‌کنه در روز دوم جنگ با لبنان نصف تا دو سوم راکت‌ها و موشک‌های حزب‌الله رو از بین برده، ادعایی که برخی کارشناسان نظامی اون رو مبالغه آمیز می‌دونن. شبکه تونل‌های زیرزمینی مخفی حزب‌الله اما نه تنها می‌تونه محل اختفای راکت‌ها و موشک‌هاشون باشه، که بلکه می‌تونه تهدید جدی بر سر راه ارتش اسرائیل هم به حساب بیاد. این نقشه منتشر شده منسوب به شبکه تونل‌های حزب‌الله لبنان که صدها کیلومتر طول داره و مرکز فرماندهی حزب‌الله در منطقه بیروت، منطقه بقا، ستون فقرات منطقه لوجستیکی حزب‌الله و مواضع دفاعی این سازمان رو در لبنان به هم وصل می‌کنه. اگر هدف اسرائیل از حمله تمام عیار از بین بردن حزب الله مشابه طرح مقابله با حماس باشه، مسیر بسیار سختری پیش پای ارتش اسرائیل، مسیری که یک بار 17 سال پیش با عدم موفقیتش همراه بوده. و آیا در صورت بروز جنگی تمام عیار جمهوری اسلامی دست روی دست میذاره تا مهمترین گروه نیابتیش در منطقه از بین بره؟ اما به ایران، جایی که پس از گذشت دو هفته از انفجارها در کرمان در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، رئیس پلیس فتای این استان گفته بود که کسانی که درباره قاسم سلیمانی یا انفجار به گفته او هتاکی کرده بودند بازداشت و وبسایت ها هم مسدود شدن. به گفته محمد رضا رضایی 58 وبسایت به همین دلیل مسدود شدن. اون اضافه کرده که افراد بازداشت شده هم به جرم خودشون اعتراف کردند. پیشتر هرانا خبر داده بود که بعد از انفجارها در کرمان دست کم 76 کاربر بازداشت و بیش از 108 شهروند هم به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از استانبول، با ما همراه میشه. آقای کاظمی، چیزی که بهش اشاره میکنن بسیاری از کاربران اینه که جمهوری اسلامی نتونسته جان شهروندانی که در اون مراسم شرکت داشتن رو حفظ کنه یا حتی به نوعی در خطر هم قرارشون دادن، اما داره کاربران اینو بازداشت میکنه که فکر میکنه هتاکی کردن به قاسم سلیمانی یا کشته شده های اون انفجار. درود بر شما. البته فکر نمی‌کنه که هتاکی کردن، دلشون می‌خواد که شرایط رو به گونه‌ای دیگه جلوه بدن، یعنی به اسم هتاکی به کشته شدگان اون حادثه، کسانی رو که از شخص قاسم سلیمانی عمل کرده و به شکل اولا از عمل کرده جمهوری اسلامی در ماجرای انفجارها در کرمان انتقاد می‌کنن. به خصوص که بعدتر هم شاهد بودیم برخی از مقامات نظامی و امنیتی و حتی نمایندگان مجلس اشاره کردن که قبل از این اتفاق اگر راست بگن بارها بمب‌های انفجاری کشف کردن و می‌دونستن که احتمال یه همچین خطری وجود داره. در چنین شرایطی افراد زیادی در سراسر کشور انتقاد کردن. قبل‌تر هم دادستانی تهران اعلام کرده بود که برای 7 چهره سرشناس از جمله مثلا صادق زیباکلام اعلام جرم کرده و اونها رو احضار کرده به دادستانی. به نظر میاد که حکومت برای پوشاندن هم ضعف امنیتی خود، هم برای اینکه پاسخگو نباشه که چرا چنین مراسمی رو در شرایط امنیتی پرخطری که خودشون هم به اون اقرار دارن انجام دادن، به عده‌ای از کاربرانی که منتقد بودن به این اتفاقات رو بازداشت کردن. اصولا به نظر میاد که جدای از این، جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی رو هم به یکی از چهره‌هایی تبدیل کرده که انتقاد از اون مستوجب مجازات و بازداشت میشه. در همون روزی که این اتفاق افتاد، ما به خاطر داریم که یک پزشک رو به خاطر انتشار تصویر غذای کتلت بازداشت کرده بودن، یا در سال پیش هم موارد مشابهی رو شاهد بودیم. جنبندی اگر بکنم اینه که حکومت با دو هدف، یکی مقدس سازی از قاسم سلیمانی، یکی عدم پاسخگویی و فرار از پاسخگویی در مورد نبود امنیت در کشور و بیشتر شدن چنین اتفاقاتی، تلاش میکنه که با سرکوب جامعه، ارعاب جامعه و خاموش کردن صدای منتقدین، چه در شبکه‌های اجتماعی، چه در وبسایت‌ها، چه در رسانه‌های رسمی، اونها رو ساکت بکنه تا فقط یک صدای واحد و یک روایت خاص، اون هم روایت حکومت از تمام این ماجراها به دنیا مخابره بشه. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از استانبول، سپاسگزارم از شما. تا
اما در خبر دیگر، سانتیاگو سانچز هوادار فوتبال اسپانیایی پیش از آغاز جام جهانی 2022 فوتبال پیاده از مادرید به سمت قطر را افتاد. پیام او صلح و دوستی بین ملت‌ها بود و از کشورهای زیادی هم رد شد. سانچز اواخر مهر پارسال وارد ایران شد، اما بعد از حضور در کنار مزار مهسا ژینا امینی بازداشت و به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود. سانچز که 15 ماه در ایران زندانی بود، بعد از آزادی به اسپانیا برگشت. همکارم امید حبیبی نیا با او بعد از آزادی از زندان گفتگو کرده. با هم ببینیم. برای جام جهانی میخواستم پیاده از اسپانیا به قطر سفر کنم. انتخابهای دیگه ای هم داشتم، ولی میخواستم از ایران هم عبور کنم، چون قبلا هم از ایران عبور کرده بودم و فکر نمیکردم مشکلی باشه. وقتی به مرز رسیدم با سوالات زیادی از طرف ماموران روبرو شدم، ولی فکر نمیکردم مشکلی اصلا پیش بیاد. وقتی از مرز رد شدم با کسی همراه شدم که میخواست به من توی مسیر کمک کنه و بدون اینکه بدونم مرا به سقز و سر مزار ژینا امینی برد که همونجا بازداشت شدم. البته فکر کردم که این جدی نیست، ولی این زندان 15 ماه طول کشید. اول بهم گفتن اتهامم اقدام علیه امنیت ملیه، بعد گفتن جاسوسی و میگفتن مجازاتش مرگ یا حبس طولانی. نمیخوام حالا درباره این چیزا حرف بزنم، چون نمیخوام وارد موضوع مبارزه مردم با حکومتشون بشم، چون اون یه چیز دیگه است. با این حال یه عالمه دوست توی زندان پیدا کردم که از اینجا بهشون سلام میرسونم. من یه عالمه تجربه توی زندان کسب کردم و کلی چیز درباره فرهنگ ایران یاد گرفتم و یه کمی هم فارسی یاد گرفتم. چی کار میکنی؟ چه خبر؟ کجایی؟ ندیدم امروز، نیستی؟ دوست من. خیلی خیلی ممنون، متشکر. دست درد نکن. اما حالا حرفم توی زندگی اینه که میخوام بیشتر از زندگی لذت ببرم و سعی کنم اون چه که اتفاق افتاده رو فراموش کنم. توی زندان به همبندی هام بوکس و فوتبال یاد میدادم. این کار رو میکردم تا خودم رو سرگرم کنم و زمان بگذره. برای تولدم هم یه عالمه به هم تبریک گفتن و حرفای انرژی بخش زدن و همه میگفتن امیدوارن که به زودی آزاد بشم. اینا خاطراتی یکی از اوین دارم. من از اسپانیا راه افتاده بودم تا برسم به قطر و بازی‌ها رو ببینم، ولی موقع جام جهانی توی زندان بودم و این خیلی تجربه تلخی بود. اولش دلم نمیخواست بازی‌ها رو از تلویزیون توی زندان ببینم، ولی بعدش یه قسمت هایش رو دیدم. واقعا ناراحت کننده بود، ولی الان دلم میخواد اون روزهای سخت و غمگین زندان رو فراموش کنم. اما مهربونی و خونگرمی مردم ایران رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. اما خبری از میراث باستانی ایران. از امروز منشور کوروش به آمریکا و بعد برای اولین بار به اسرائیل میره. بر اساس اعلام موزه بریتانیا، منشور کوروش تا 10 تیر ماه در موزه ییل در نیو هیون در آمریکا به نمایش گذاشته میشه و بعد از اون از 13 مهر به اسرائیل میره. منشور کوروش پس از فتح بابل به دستور کوروش نوشته شد و در اون اشاراتی به مدارا و آزادی مذاهب هست. در متون مذهبی یهودی از کوروش به عنوان نجات دهنده یاد شده و انتظار میره از منشور کوروش در اسرائیل استقبال زیادی بشه. هسته پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول با ما همراه میشه. خوش آمدید خانم پودفروش. خیلی نمادین الان رفتن منشور کوروش به اسرائیل در میانه جنگی که میدونیم گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی با اسرائیل دارن. چرا به ویژه برای یهودیان، برای اسرائیلی‌ها منشور کوروش حائز اهمیته؟ ببینید، دیروز به هر حال موزه بریتانیا اعلام کردش که قراره در سفری استوانه کوروش بعد از امریکا به اسرائیل بره. بره برای یهودیان این مسئله خیلی مهم هستش، با توجه به اینکه یهودیان اعتقادشون بر این هستش که کوروش در این استوانه اشاره کرده به آزادی اسرای یهودی، با اینکه ما هیچ در واقع نوشته‌ای که نشون بده مستقیم کوروش به این اشاره کرده نداریم، ولی به هر حال یهودیان اعتقاد به این دارن. اما نکته مهم این هستش که با توجه به اینکه اسرائیل در حال حاضر تو شرایط جنگی هستش و با توجه به اینکه به هر حال پرونده‌اش در دیوان دادگستری راه به
در حال بررسی هست به عنوان در واقع دولتی که نقض حقوق بشر میکنه. این نماد حقوق بشر فرستاده شدنش به اسرائیل به هر حال بازتاب هایی رو داشته، بازتاب ها هم منفی بوده، با توجه به اینکه ایرانی ها نسبت به جنگ اسرائیل با غزه دو رویکرد متفاوت رو دارن. به نظر میاد که هر دو طرف این رویکرد با سفر این استوانه به اسرائیل خیلی روی خوشی نشون ندادن و بازتاب ها اونجور که به نظر میاد منفی بوده. ما از دیروز تا حالا نشانه ای از این که اظهار نظر رسمی از طرف ایران یا اسرائیل اعلام بشه نسبت به این خبر سفر استوانه به اسرائیل مشاهده نکردیم. خب معمولا این اقداماتی که انجام میشه در حیطه دولت ها نیست، یعنی مراکز خصوصی و تاریخی مثلا موزه بریتانیایی که داره اینو میفرسته، پیش از اونم مثلا در دانشگاه ییل. به نظر نمیرسه که حالا الان بره اونجا دست دولت اسرائیل باشه، چیزی احتمالاً برای دیدن عموم مردم. دقیقا همینطوره. اصلا اگر به لحاظ حقوقی هم باشه ایران مالکیتی روی استوانه کوروش نداره، با توجه به اینکه اصلا در خاک ایران این پیدا نشده، در عراق بوده، اون زمان در واقع تسلط امپراتوری عثمانی بوده. ما به لحاظ حقوقی هم مالکیتی دولت ایران نداره. ولی دیروز آقای کارگر که رئیس اسبق اداره موزه های کل کشور بودن اعلام کردن که ایران میتونه به لحاظ مالکیت معنوی اعتراضش رو اعلام بکنه، از وزیر امور خارجه جا خواسته که اعتراضش رو اعلام بکنه. ولی همونجور که گفتم در واقع ایران فقط میتونه یک اعتراض نمادین داشته باشه نسبت به این قضیه. سپاسگزارم از شما. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول با ما بودن. آن بریم به تایوان، جایی که امروز انتخابات ریاست جمهوری مجلس و همینطور شمارش آرا ساعتی پیش درش به پایان رسیده و ویلیام لای که در حال حاضر معاون رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور جدید تایوان انتخاب شده. لای موازه سرسختانه ای در برابر چین داره. چین در یکی دو سال اخیر با انجام مانورهای مختلف در نزدیکی تایوان به تنش بین دو کشور دامن زده. چند روز پیش از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری چین گفته بود اتحاد دوباره چین و تایوان اجتناب ناپذیر. لای از حزب میانه روی متمایل به چپ دموکراتیک پیشروی که حالا باز هم به قدرت رسیده. شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ما همراه شده. آقای مدرس اگر اشتباه نکنم این سومین باره که این حزب پس از انتخابات مستقیمی که در تایوان هستش به قدرت میرسه، بسیار معنادار به خاطر موازی که مقابل چین داره. وقتتون بخیر خانم سارمی. دقیقاً همینطوره، این سومین بار هست که حزب به نوعی میشه گفت که پیشروی دموکراسی در تایوان داره به قدرت میرسه. به آقای ویلیام لای که پیش از این خودشون معاون رئیس جمهور بودن، این بار به سمت ریاست جمهوری رسیدن. مسئله ای که هست اینه که چین از سال 1395 گفتگوی مستقیم با تایوان رو قطع کرد به خاطر مواضع این حزب و به خاطر اینکه چین معتقده که این حزب در پی استقلال تایوان هست. این حزب ما در عین اینکه سعی کرده که استقلال تایوان رو حفظ کنه، اون چه که به شکل رسمی مواضعی که به شکل رسمی بیان میکنه این هستش که داره سعی میکنه که وضعیت سیاسی امنیتی اجتماعی اقتصادی رو در اون چه که هست بخواد حفظ کنه. اما خب به هر حال واقعیتی که وجود داره سیاستمداران این حزب همواره در پی این بودن که بخواد استقلال تایوان رو به رسمیت بشناسن و اون رو حفظ کنن. مسئله ای که پیش میاد اینه که پیش از انتخابات چین برچسب عنصر نامطلوب رو با آقای ویلیام لای زده بود و اعلام کرده بود که ایشون یک تجزیه طلب هست و در صورت انتخاب ایشون مشکلات بسیاری وجود خواهد اومد. از سوی دیگه در خود بیجینگ هنوز اراده سیاسی برای اینکه یک جنگ علیه تایوان شروع بشه وجود نداره، اما 100% پیروزی آقای ویلیام لای میتونه یک سری طبعات خاص خودش رو به نوعی میشه گفتش که در پی داشته باشه و ما باید منتظر واکنش چین نسبت به این موضوع باشیم. اما اکثر تحلیلگران بر این باورن که چین تا شروع سال 2027 میلادی توانایی این رو نداره که بخواد از نظر نظامی وارد یک جنگ علیه تایوان بشه. سپاسگزارم از شما شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی که از روم ایتالیا ما را همراهی کردند.
فراتر از بحث‌های روزانه درباره هوش مصنوعی، این حوزه در حال پیش بردن بخش‌های مهمی از فناوریه. اخیراً گروهی از دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی تونستن ترکیبی رو تهیه کنن که میتونه استفاده از لیتیوم رو در ابزارهای مختلف تا 70% کاهش بده و برای محیط زیست هم مفید باشه. لیتیوم عنصر سوم در جدول تناوبی عناصره که تقریباً همه ما روزانه بهش وابسته‌ایم، از باتری‌های شارژ شونده موبایل و لپتاپ و خودروی برقی گرفته تا باتری‌هایی که درون ابزارهایی مثل ضربان ساز قلب قرار داره. محبوبیت این فلز به ویژگی‌های فیزیکیش برمی‌گرده که باعث شده به گزینه خیلی محبوبی برای باتری‌هایی با شارژ مجدد بدل بشه. همین محبوبیت باعث رشد قیمت لیتیوم و توجه جهانی به اون در سال‌های قبل شده. این نمودار نشون دهنده اصلی‌ترین کاربردهای لیتیوم در بخش‌های مختلفه. So this is what the battery looks like. And there are four of these hot swappable lithium ion batteries, one in each corner. And so on a full charge, when the two internal batteries and four hot swappable batteries are fully charged, you're looking at 180 hours of watch time. That's cool. کشورهایی که بیشترین منابع تایید شده لیتیوم در دنیا رو دارن اینجا میبینید. شیلی با نزدیک به 36% در صدر قرار داره و استرالیا، آرژانتین و چین در رده های بعدی قرار دارن. اما وقتی پای تولید به میو میاد این ترتیب به هم میخوره. این جدول اصلی ترین تولید کننده های لیتیوم رو نشون میده. استرالیا 47% تولید لیتیوم رو در اختیار داره و شیلی و چین در رده های بعدی قرار میگیرن. آمریکا که از اصلی ترین مصرف کننده های لیتیوم، منابع غنی این فلز رو هم داره اما عمده نیاز خودش رو از طریق واردات تامین میکنه. Y así como somos las primeras reservas mundial de litio, tenemos que tener también nuestro propio desarrollo de tecnología propia en el litio, hermanas, hermanos. در یکی دو سال اخیر قیمت این فلز کاهش پیدا کرده چون از یک طرف تولید کننده ها در آسیا بازار رو اشباه کردن و از طرف دیگه روند انتقال به سمت خودروهای برقی که باتری هاشون اصلی ترین مصرف کننده ترکیب این فلزه، به خصوص بعد از همگیری کرونا و افزایش نرخ بهره در آمریکای شمالی کند شده. اما خیلی ها میگن با اوج گرفتن دوباره خودروهای برقی و فناوری های تازه که نیاز به باتری های قابل شارژ دارن، بازار لیتیوم بازم رونق میگیره. این موضوع بیشتر بررسی می‌کنیم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه میشه. آقای ناظمی، هوش مصنوعی قراره که بازار لیتیوم رو چطور تحت تاثیر قرار بده و چطور جایگزینی میخواد ارائه بکنه؟ خب این یکی از اون دستاوردهای فوق‌العاده جذاب هست. همونطوری که برای مثال در حوزه مثل زیست شناسی و تشکیل داروهای جدید ما با استفاده از هوش مصنوعی مثلا اومدیم در واقع میزان خمش پروتئین‌ها رو بررسی کردیم و تونستیم ترکیبات جدید آنتی بیوتیک پیدا کنیم، در علم مواد هم حالا داره کمک می‌کنه که اون خواصی رو که برای مثال باعث میشه که لیتیوم تبدیل به چنین عنصر جذابی برای باتری‌های شارژ‌شونده بشه و در مراحل بعدی عناصر مهم دیگه‌ای مثل کوبالت که گفته میشه یکی از فلزات بازیکننده نقش اصلی در آینده هستن، سعی میکنه در واقع اونها رو مدل سازی کنه و با ترکیبات دیگه اون ویژگی های اصلی اینها رو سنتز بکنه. بدین ترتیب چند تا اتفاق خوب میتونه بیفته. یکی این که ما آسیب کمتری به منابع به هر حال محدود زمین بزنیم برای استخراج اینها، که میدونی اکثر اوقات استخراج اینها در معادن همراه با آلودگی و اثرات طولانی مدت زیست محیطی هستش، و از طرف دیگه با توجه به افزایش جمعیت جهان و نیاز روزانه ما، الان ما صحبت از خودروها می‌کنیم، موبایل و لپتاپ و همه چی، در یکی از چشم‌اندازها این هستش که ما به سمت باتری‌هایی بریم که در واقع انرژی منازل رو ذخیره می‌کنن، حالا از طریق انرژی خورشیدی یا شبکه در واقع بقیه انرژی‌های جایگزین، اما اینها باید در واقع این پکیج‌های باتری رو داشته باشن. فعلا لیتیوم در واقع نقش اصلی رو داره و با این کار ما می‌تونیم که در واقع کمتر نگران تموم شدن این منابع در آینده نزدیک باشیم، تا زمانی که با کمک همین فناوری‌ها از جمله هوش مصنوعی جایگزین‌های مطمئن‌تر و پاک‌تری هم پیدا بکنیم. این جایگزین‌ها چقدر فکر می‌کنین زمان می‌بره که واقعا بتونه به این بازارها کمک کنه؟ گفتین آینده نزدیک، اما یه برآوردی میشه داشت ازش؟
اگر این تحقیقات به همین روند و شتابی که الان داره پیش میره پیش بره، ما انتظار داریم که برای مثال تو بازی 5 تا 10 سال آینده جایگزین‌های اولیه در برای مثال جایگزینی ترکیب باتری‌های لیتیوم یونید لیتیوم در واقع تولید بشه. در مورد باتری 4 شارژ می‌دونید دیگه ترکیبات دیگه هم وجود داره، منتها فعلا از نظر هزینه، از نظر میزان قدرت ذخیره کردن و انرژی که می‌تونه بده، این ترکیب در واقع برگ برنده رو داره. بنابراین حالا با این ترکیبات امیدواریم که در فاصله زمانی حدود 5 تا 10 سال اثرش رو ببینیم، جایی که در واقع ما شاهد اوج استفاده از این باتری‌ها هستیم. سپاسگزارم از شما پوریا نازمی، روزنامه‌نگار از اتاوا ما رو همراهی کردن. تیتر اول امروز شنبه اول هفته همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایت ما به آدرس iraninternational.com در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت، یعنی ساعت 8 تا 8:44 دقیقه شب به وقت ایران، همین ساعت برمیجا.